حالا ما به دو قطعه یعنی یه دستمال لازم داریم که رطوبت پوست رو روی اون بگیریم. در پوست اندازی دو شیوه ما داریم. یه شیوه این که پوست رو که انداختن میذارن پوست کاملا خوش بشه، بعد دوباره آب میزنن و خرک رو میزنن. یه شیوه هم هست که پوست هنوز خوش نشده، خرک رو میزنن و کوک میکنن. هر دو این شیوه درسته، هیچ فرقی هم نمیکنه. خب حالا ما این چسب رو میذاریم به این شکل با دست. ما در شیوه سنتی همون چسب سیریشوم رو توصیه میکنن که بزنیم، که اینجا ما در این لحظه به اندازه کافی نداشتیم، برای همین از این چسب خاصکی اسمش هم من خواهش میکنم آقای بهمن بگن. المرز. المرز هست، این چسب المرز هست. حالا من اینو میزنیم. حالا پوست رو از لای چیز در میاریم، از تو آب در میاریم و منظم و مرتب روی این دستمال پهن میکنیم که رطوبت پوست رو گرفته باشه. اگر قدری الکل هم توی آب بریزیم، قدما میگفتن که این چربی پوست نو رو تا حدودی میگیره. الکل صنعتی دیگه، الکل سفید الکل صنعتی فرق نمیکنه. حالا پوست رو آرام برمیداریم و از روی دهنه روی ساز میذاریم به این شکل. خب الان پوست رو انداختیم روی کاسه و خب حالا چسب اضافی زیر پوست رو آرام آرام خارج میکنیم و محل خرک رو قدری با دو تا انگشت نگه میداریم. یعنی الان با دو تا انگشت دارین رو فشار میدین؟ نه خیلی زیاد، برای که شاید نیازی نباشه. البته اگر سیریش استفاده کنیم به نظر من خیلی بهتره، چون هر سیریش برای این کار ادعا شده و مناسب این کار هست. حتی در مناطق خوش اگه قدری هم چروک داشته باشه پوست هیچ اشکالی نداره. ببین الان زیر پوست هوا ما داریم، این هوا رو میشه یه سوراخ کوچیک با یک چیز اینجا کرد، با یه جسم داغ کرده سوزن رو میشه همین پوست رو آرام برداشت به این شکل و هوای زیر پوست رو اینجوری خارج کرد. ببین یعنی بهتره که بله خارج بشه که بعد صدای ساز بد میشه، تاپ تاپ زیادی خواهد داشت. حالا دوباره پوست رو میذاریم سر جاش و سیریش رو خارج میکنه. یعنی در حقیقت همون چسبی که من عرض کردم بهتر سیریش باشه. این چسب هم اینجوری که میگن بعد از خوش شدن بیرنگ میشه و اون رنگ سفید نامطبوعی که داره ناهماهنگ با ساز، این رنگش درست میشه. این گناهش رو بندازیم به گردن ما که به هر حال امکانات اینو این بوده در دست ما این امروز. مهم اینه که این چسب رو به دقت خارج کنیم و الا پوست ور میاد، به قول قدما باز میشه. یه چیز دیگه که باید رعایت کنیم این است که اگر در منطقه زندگی میکنیم که خیلی خشکه و روی پوست احتمال داره که خیلی زود خوش بشه، در این حالی که
پشت پوست خوش نشده قدری روی پوست رو ما خیس میکنیم تا چسب کاملا خودشو بگیره. یعنی روی با مقدار پنبه ما کمی روی پوست رو خیس نگه میداریم که پوست خودشو چیز نکنه، شور بشه، یعنی دقیقا لبه ها رو نکشه به سمت بالا. بله. باز یه سوال استاد، مناطقی که مرطوب هست که خب کلن پوست به خاطر رطوبت زیاد هوا چیز میشه، خیلی زود میفته و خودش میندازه، اونو باید چه کار کرد؟ یعنی باید بیشتر با پوست نقاره ما کنترل میکنیم، پوست نقاره رو کروفتر میندازیم، این جلوگیری میکنه از اون افتادن پوست. حالا سیما رو سر جاشو میذاریم. چقدر جالب. پس پوست نقاره میشه در حقیقت با انداختن پوست زخیمتر روی نقاره اون بله کاملا مشکل در حقیقت چیز رو حالا در حینی که هنوز پوست کاملا خوش نشده ما خرک و سر جای خودش میذاریم. استاد خرک باید کجا باشه در حقیقت؟ خرک فاصلش قدیمی ها که میگفتن باید 3 انگشت باشه از سر دهن اینجا، ولی 1/14 طول کل سیم هم باید باشید. معمولا ارتعاش سیم تار 66.5 حد اکثر هست، نه بیشتر. منظور فرکانسه یا اندازه؟ 66.5 سانتیمتر اندازه ارتعاش سیم هست. بله بله اندازه. یا یه چیزی همین حدود 66 تا 66.5 هم جا داره ارتعاش سیم تار هست. زرد یک رو باز کنید لطفا. زرد اولی رو این ساز چون گوشی هاش اینجوری خود کار ما رو سخت کرده بخاطر که باز نمیشه. حالا بدن بیدش بل خب نه از این سرش دارد. خب حالا باز دوباره ادامه چسبای اضافی رو از زیر ساس خارج میکنه. الان ساس که کوک نکردید در حقیقت؟ نه، فقط سیما در حقیقت با یک کشش خیلی معمولی. نه کوک میکنیم الان. الان ساز رو کوک هم خواهیم کرد، جای خرک رو به دقت اندازه میگیریم جای خودش باشه. پس فرمودید 1/14 طول سیم در حقیقت باید 1/14 طول سیم باید باشه یا حدودی 3 انگشت از بله دقیقا به 3 انگشت. ولی اگه انگشت ها بزرگ و کوچیک باشن فرق بکنه، ولی بهترینش اینه که طول ارتعاش سیم ما یعنی از شیطانک تا خرک حدود 66 یا 66.5 به سازش باز بستگی داره، میتونه متغیر باشه. بله حالا ساز رو قدری کوکش میکنیم. منتظر میمونیم تا پوست خوش بشه و البته این چسبای اضافی رو آرام آرام همه سیما رو استاد کوک کردین؟ بله.